سلام به روی ماهتون بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. لطفا چتم باز باشه که بچه ها رو ببینیم چه خبر. امیدوارم خوب باشین. امروز از قبلم حالا گفته بودم، استوری هم شد تو پیج کلاسینو، امیدوارم که در جریانش قرار گرفته باشین که کلا میخوایم راجع به حالا بخشنامه های جدیدی که راجع به ثبت نام آزمون تیزهوشانتون اومده با همدیگه صحبت کنیم. یه سری چیزهای مهمی که باید بدونید و با همدیگه بخونیم بریم جلو که انشالله ثبت نامتون و حالا مراحل بعدیش رو دقیق بدونید که باید چیکار بکنین که دچار مشکل نشیم. سلام به روی ما همتون. روژان، مرتضی، مهدیه، پارسا، سلام. چه خبر بچه ها؟ همه چی خوبه؟ مدرسه ها چه خبر؟ سلام، سلام به روی ما همتون. امیدوارم که همه اومده باشید دیگه، چون گفتم که خیلی خیلی خدا رو شکر که عالیه. امروز کارگاهمون مهمه، بریم جلو با هم دیگه و به سوالاتتون هم جواب میدم. بله، شروع امتحان مستمر دیگه، کم کم مستمرای دومتون هم شروع شده و ایشالله که از پسش برمیارین. البته شما که اون برنامه 40 روزه رو خوندین قطعا از پسش برمیارین. خب ای بابا، مراقب خودتون باشید، مریض نشید دیگه. الان روزای آخره و داریم کار میکنیم، مریضیه ممکن شما رو یکی دو هفته از درستتون عقب بندازم. سلام به روی ما همتون. بچه بریم شروع کنیم. خب اولا که ثبت نام از 16 هم شروع شد، درسته، تا 25 هم ادامه داد. نکته مهمی که باید توجه کنین، من حالا توی در واقع کاغذ قبلی بهتون گفتم دیگه که با هم دیگه داشتیم دوشنبه، گفتم رمز همگامو حتما از مدرسه بگیرید بچه ها. امیدوارم که تا الان گرفته باشید، چون اومده رمز همگام. یعنی اگر میرید مدرسه و مدرسه میگه برای ما هنوز رمز همگام شما ها نیومده، اومده، بعد برید. حالا اگه مدرسه بدون نداد از آموزش پرورشتون حتما پیگیری کنید. خب بریم ما هم دیگه یکم صحبت کنیم بچه ها. بریم پایین اینو. خب با هم دیگه میخوایم دقیق بخونیم بریم جلو. بچه ها اولا که ثبت نامتون که حالا چه ورودی پای هفتم چه حالا ورودی پای دهم از 16 شروع شد و تا 25 فقط از سایت azmoon.mediu.ir قابل ثبت نامه. خواهش می‌کنم اینو حواستون باشه، چون الان خیلی از جاهای این اتفاق افتاده که سایت های حالا فیک، ولی شما میرین و اون 40,000 تومانی که هزینه آزمون رو باید پرداخت میکنی و میبینین که اصلا سایت سازمان نبوده. حتما فقط برید به این آزمون. بعد اینجا رو گوش بدید. همه بچه ها این هم خیلی میپرسید که میپرسید اگر ما ثبت ناممون انجام شد اینترنتی نیازه که دوباره مرحله بعدیش رو بریم حضوری انجام بدیم؟ نه دیگه بچه ها، نگاه کنید، همه فرآیند ثبت نامتون اینترنتی انجام میشه، خودتون انجام میدید و محل تحصیل هم مدرسه‌تون موظفه که به شما اون کد همگامو بده، رمز همگامو بهتون بده. خب الان رمز همگامو کیه گرفتید بچه ها؟ بهم بگید تو کت رمز همگامو گرفتید هنوز یا نه؟ چون دیگه خب دیگه کیا گرفتن؟ مائده گرفته، مهدی، علی، رضا، زهرا. دیگه کیا گرفتید بچه ها رمز همگامو؟ چون تا هفته دیگه همچین روزی وقت ثبت نامتونه دیگه، حواستون باش. بعد بچه ها کارت ورود به جلسه‌تون هم که حالا شامل نام خانوادگی، مشخصات فردیتون، عکستون و حالا حوزه دقیقتونه، این هم گوش بدین. 5 روز قبل از تاریخ برگزاری امتحانتون کارت ورود به جلسه‌تون در واقع میره رو سایت، بعد برید حالا پرینتش بگیرین و با خودتون روز آزمون حتما داشته باشین. نه حدیث، رمز همگام اومده الان تو چت خوندم اسم اونایی که گفته بودن دیگه، همه بچه‌ها گرفتن، ساری نام نمیشه، منم گرفتم، رمز همگام اومده. اگر مدرسه‌تون پیگیر حالا داستان این ثبت نام تیزهوشان و این مسائل نیست، حتما بچه ها برید آموزش پرورش و اون رمز رو بگیرید. خب خدا رو شکر گرفتین. سلام به روی ما همتون.
مدرسه اومده بچه ها برید پیگیری کنید اینو حتما. خب نذارید برسه به روزهای آخر، سایت شلوغ میشه، بعد نمیتونید ثبت نام بکنین، اعصابتون میرزه به هم باشه. حتما برید پیگیر رمز همگام همین شنبه باشید. اوکی بریم جلو. بعدش هم که بچه ها اگر روز آزمون با خودتون کارتو نداشته باشید نمیتونید وارد جلسه آزمون بشید و اجازه نمیدن، مثل کنکور، مثل هر جلسه که کارت ورود به جلسه داره، اگر شما کارتو نداشته باشید اجازه نمیدن وارد بشید. نه 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 سهمیه ندارن رضا، نه اصلا کلن یه سری چیزایی که بد جا افتاده، حتی بعدها که میایین کنکوری میشین همه یه حالا دور و بری‌ها فکر میکنن که کسایی که تو تیزهوشان سمپا درس خوندن برای کنکورشون هم سهمیه دارن، در حالی که نه، نه سهمیه‌ای در آینده خواهید داشت، نه الان سهمیه‌ای دارید، نه اصلا. بریم جلو بچه. آزمون ورود پای هفتم ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 26 خرداد برگزار میشه و برای بچه های پایه دهم 9 صبح روز جمعه 27 خرداد برگزار میشه. ولی دقت کردین اینجا چی نوشته بود؟ نوشته آزمون تکمیل ظرفیت پایه دهم. یعنی چی؟ همون حرفی که از اول بهتون زدم، چون خود بچه های متوسطه اول بدون آزمون وارد متوسطه دوم میشن، حالا بچه هایی که خارج از مدارس سمپاد میخوان به سمپاد اضافه بشن توی سال دهم، دیگه اسمش میشه تکمیل ظرفیت. اوکی؟ نه نه پانیز، هیچ کسی توی آزمون سمپاد هیچ سهمیه بهش تعلق نمیگیره، شهرستان باشه، روستا باشه، بسیج باشه، نه اصلا همچی چیزی نیست. بریم جلو. بعد حالا اینجا یه تذکری هم که وجود داره اینه که اگر کرونا احیانا شدت بگیره و حالا خدای نکرده دوباره پیک داشته باشیم، زمان آزمون با توجه به صلاح دیده حالا سازمان تغییر پیدا میکنه، ولی فعلا حالا اونجوری هم که من فکر میکنم همین تاریخ ها برگزار بشه. و یه چیز دیگه هم هست که بهتون بگم، اتفاقا چند روز پیش یکی از بچه ها داشت میگفت، گفتش که کاش بیفته عقب. بعد داشتم بهش میگفتم که میگی کاش بیفته عقب، ولی ولی وقتی میفته عقب بچه ها شما ها یکم خسته میشین، خستگیه باعث میشه که خوب درس نخونید دیگه، درس رو با کیفیت نخونید، چون الان بیشترتون حالا خیلی وقت شروع کردین به درس خوندن و دیگه وقتی بخواد یکی دو ماه دیگه هم هی به این پروسه روند درس خوندنتون اضافه بشه باعث میشه که خسته بشین، بعد اون خستگی کیفیت رو بیاره پایین. الان فکر میکنین اگر که شروع بشه، اگر بیفته عقب خیلی خوبه، خیلی خوشحالیم، ما بیشتر میکنیم، ولی بچه ها بیفته عقبم باز شما از الان شل میگیرین، بعد میره روزاتون به بتالت، حالا میگید یه ماه آخر میخونم دیگه. خب خب دیگه امیر رضا خسته نباشی، 27 روز تولدت ایشالا میری یه آزمون خوب میدی و میای. الان توضیح میدم روژان، امروز قراره کامل با هم توضیح بدیم. عزیزم مرسا، خدا شکر که وارد شدی. الان میگم رضا، اینا رو همه رو بچه امروز میخوام بگم، گوش بدید. خب بریم جلو، بریم جلو، بریم جلو بچه ها. تقاضانامه که حالا تو سایت آزمون.دات مدیو وجود داره رو وقتی که رفتین تکمیل که کردین، حالا توجه اول گفته که قبل از ورود به حالا ثبت سامانه ثبت نام، اصلا شما که وقتی وارد میشین ازتون کد ملی و اون کارگاه گذشته بهتون نشون دادم عکسشو، کد ملی میخواد رمز همگام، ورودتون اصلا منوط به داشتن رمز همگامتونه. خب بعد باید تا حالا اعلام نتایج یکی رمز همگام، یکی کد پیگیری که آخر ثبت نام بهتون داده میشه، چون مرتب و منظم نگه دارید. خب اگر که اون کد رو گم کنین، در واقع گرفتن جواب آزمونتون به مشکل میخورین، دوباره هی بعد برین آموزش پرورش پیگیری کنین، کد پیگیری هم حتما یه جای درست حسابی ذخیرش کنین. بعد داره میگه بچه‌ها گوش بدید اینو، این خیلی مهمه، داره میگه وقتی اولویت هاتون رو انتخاب کردین دیگه بعد
فرایند تکمیل ثبت نام، یعنی وقتی که به شما کد پیگیری داده میشه، ببین اینجاش خیلی مهمه، شما وقتی کد پیگیری رو میگیری دیگه اصلا به هیچ وجه نمیتونین تغییر بدین، جا به جایی اولویتاتون رو نمیتونین عوض کنین. حالا برای بچه نهم رشته تحصیلی در دوره دوم هم نمیتونید عوضش کنید. پس حواستون باشه وقتی برید وارد سایت بشید و ثبت نامتون رو انجام بدین که نسبت به یک اطلاعاتتون بچه ها، اطلاعاتی که دارین وارد سایت میکنین، حالا معدل نام و نام خانوادگی، حالا شما شانسنامه پدر مادر، این داستان ها، اینا رو همه رو با دقت وارد کنین، چون همه مراحل، حالا جلوتر هست توجهش، چون همه موارد به صورت اینترنتی انجام میشه، اگر احیانا اشتباهی شما انجام بدین چون توسط کسی به صورت حضوری چک نمیشه، اون وقت شما این که از آزمون حذف میشین و اصلا پاسخ برگتون هم صحیح نمیشه وقتی که روز آزمون اینا رو دارن چک میکنن. اوکی، حواستون جمع باشه. کد همگام و مهسا باید از مدرسه بگیری. وقتی میخوای وارد سایت ثبت نام بشی، azmoon.medu.ir، از شما دو تا چیز میخواد، یکیش کد ملی، یکیش رمز همگامه. رمز همگامو باید بری مدرسه بگیر، لطفا رمز همگام منو به من بدید، من میخوام تیز هوشان ثبت نام بکنم. مهدی جان الان سوالاتو جواب میدم جلوتر. نه پارسا، چیز زیادی نگفتم هنوز، گفتم که azmoon.medu.ir میریم، اطلاعاتمون رو همین الان تازه شروع کردیم، خیلی اطلاعات مهمی رو ندادم هنوز. حالا برای پارسا یه ذره بیایم بالا خیالش راحت بشه. ببین پارسا، قبلش اینا رو گفتم که روز آزمون کیه و اینا، تازه شروع کردیم. خب بعد بچه گوش بدین، یه نکته دیگه که هست، گفته که بارگذاری فایل عکس داوطلب، حواستون باشه که ابعاد عکستون 200x300 باشه یا 300x400 پیکسل، در قالب حتما جی پی جی باشه، به صورت هر مدل دیگه بارگذاری کنید تایید نمیشه و عکس هم جزو اون مواردیه که خیلی خیلی برای روز آزمون مهمه، چون که کارت ورود به جلسه‌تون رو چک می‌کنن بچه‌ها، عکستون حالا و چهره شما رو با هم مطابقت میدن و اگر تو عکس مشکل داشته باشین بازن ورود به جلسه رو نخواهیم داشت. خب نازنین، ندیدم سوال چی پرسیدی. یه نکته دیگه، من این اون روز داشتم به که بچه ها میگفتم، داشت اتفاقا ازم همینو پرسید که من به تازگی تو این دو سه سال کرونا نرفتم عکس بگیرم، من گفت میشه عکس قبل ما استفاده کنم اینا. بچه ببینید، خود سازمان داره تذکر میده، داره میگه که از تصاویر قدیمی و حالا اینو که این کارو هیچکی نمیکنه عکسی غیر از عکس خودشو بذاره، ولی از تصاویر قدیمی هم نباید استفاده کنین، چون میگم روز آزمون تطابق میدن چهره شما رو و اون وقت اجازه دوباره ورود به جلسه رو ندارین. نه پارسا، روز بعد آزمون مشخص میشه، چون الان کسی نیست دیگه کامل چک کنه اطلاعات شما رو. بعد نکته بعدی بچه‌ها، مبلغ ثبت نام آزمون 40,000 تومنه، به هیچ وجه مبلغ بیشتری تو هیچ سایتی ندین، فقط همین مبلغه، حتی کافینه تعمیری در جریانش باشید. البته که ثبت نام سختی نیست. خب نازنین، نه بهتره عکس جدید بگیری، مبلغ ثبت نام 40,000 تومنه، حتی کافینه هم رفتین، حواستون به این باشه. بریم جلو، تا الان سوال داریم بچه بپرسین. حدوداً رضا شهریور، بله میتونی بری کافینت. الان بچه ها از شاگردای خودم یک دو نفر دیروز رفتن کافینت انجام دادن، میتونید برید، ولی میگم مراحلش مراحل سختی نیست، مثل کنکور. کنکورم ثبت نامش سخت نیست، ولی خب به خاطر اون حالا استرسی که وجود داره، بچه ها دوست دارم برن کافینت ثبت نام کنن. از طریق سایت آزمون، بچه اینو چند بار گفتم دیگه، تا حالا استوری هم چند بار کردم، فقط سایت ثبت نامتون همینه، azmoon.medu.ir. خب بریم جلو، اینجا هم دیگه تذکر داده که این مبلغ حالا به جهت
اینکه بچه‌ها نخوان توی سایتی حالا اضافه تر مبلغ رو بدن گفت و این حرف. بریم جلو. بچه من اینو خیلی وقت پیش از اول سال گفتم، اما باز من یک دور دیگه شرایط و ضوابط رو بگم. شاید داشته باشیم کسی که حالا الان داره میره ثبت نام کنه اما این شرایط رو نداره. خب اینو خوب گوش بدین، اگر که این شرایط رو نداره اصلا نمیتونید ثبت نام کنید. خب اولیش که داشتن تابعیت ایرانیه، بعدیش که مهمترین قسمتشه اشتغال به تحصیل توی پایه ششم تو سال تحصیل 1400-1401 تون بعد مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس داشته باشید. دقت کنید، تمامی دروس نوبت دوم پایه پنجم. یه بار دیگه، بچهای ششم تو سال 1400-1401 باید خیلی خوب در تمام دروس نوبت دوم پایه پنجمتون داشته باشین. این از نکته اول. نکته بعدی، اولویت ها رو رجا من همین امروز توی کارگاه میگم. من بعد کارگاه اصلا دیگه راجبه آزمون و ثبت نامش به کسی صحبت نمی کنم. حتما گوش بدید امروز. بعد بچه ششم باید مقیاس خیلی خوبم توی تمامی دروس نوبت اول پایه ششمشون داشته باشن. پس ششمی ها شد دوتا نکته، یکی این که خیلی خوب رو توی نوبت دوم پایه پنجمشون داشته باشن و مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس نوبت اول پایه ششمشون داشته باشن. میبینی این بچه ها هر سال اینا تغییر میکنه، یه سال میگن جمع، یه سال میگن نوبت. الان امسال این شکلیه. اوکی، این از بریم جلو. بریم جلو بچه ششم، اینا حواستون باشه. چنانچه داوطلبی در مجموع، یعنی دوتا پنجم و ششمش با هم، خب حد اکثر در یک عنوان مقیاس خوب داشته باشه، ثبت نام وی بلامان است. یعنی اگر توی پنجم و ششم با هم دیگه یه دونه خوب دارید توی نمره هاتون اشکال نداره، میتونید ثبت نامتون انجام بدید، ولی یه دونه. اگر دیگه شد دوتا نمیتونید کلا ثبت نام کنید. خب ببینیم بچه‌ها چی پرسیدن. خب سانیا پرسیده که حالا آره بچه ها بمونید امروز میارمتون رو خط، چون کارگاه قبلی هم مشکل داشتیم نمیشد کسی رو بیاریم رو خط. سانیا پرسیده که حالا متاسفم بر اتفاقی که برش افتاده دست و پا شکسته بوده، نمیتونست خوب درس بخونه، تازه شروع کرده و این داستانا. سانیا من تو کارگاه دوشنبه که راجع به انتخاب رشته بود اینو گفتم، گفتم که حالا چه از الان شروع کنی، کلن کسی که اصلا هیچی نخونده میتونه خودشو برسونه، ولی دیگه با جدیت دیگه و با یه برنامه درست و اصولی بری جلو، آره میتونی خودتو برسونی. مخصوصا که حالا کلاسه TNT کلاسینو هم از همین شنبه شروع میشه، خیلی میتونه بهتون کمک کنه بچه ها. مخصوصا کسایی که حالا از اول سال خیلی خوب نخوندین، قشنگ میتونه یه سکوی پرش باشه براتون. گوش بدید، پارسا هنوز برای شما نهما رو نگفتم، گوش بدید. گفته که اشتغال به تحصیل، گوش بدید، اشتغال به تحصیل در پایه نهم برگه اشتغال به تحصیل، اینم باید از آموزش پرورش بگیرید. خب یه برگه اشتغال، اسمش اشتغال به تحصیله. ادامهش، حداقل معدل کل سالانه 19 در پایه 8 خرداد ماه 1399-1400 تون. اوکی، پس بچه های نهم چی شد؟ شد برگه اشتغال به تحصیل و داشتن حداقل معدل کل سالانه 19 در پایه 8 خرداد تون. این از این. بریم جلو. ببینید بچه ها، تذکری که بهتون گفتم ببینید کامل بخونید. نمیشه با توجه به اینکه مراحل ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان به صورت اینترنتی انجام میشه، ولی صحت اون چیزی که شما دارین وارد میکنید بر عهده خود داوطلبه و در صورت مغایرت قبولی داوطلب لغو میشه. یعنی شما حتی اگه قبول بشی آزمون تو، به خاطر اینکه اطلاعاتی که
روز ثبت نام اشتباه وارد کردی، حالا به هر دلیلی بی‌دقتی بوده یا هر چیز دیگه‌ای، قبولیتون لغو میشه. خب و از ثبت نام و عدم تحصیل در مدرسه استعدادهای درخشان جلوگیری میشه. پس حواستون رو جمع کنی. ببینین اینو چند بار میگن. ثبت نام رو وقتی انجام بدین که همه بچه‌ها اطلاعات رو دقیق داشته باشید. اوکی. بریم جلو. خب این هم خبر خوب برای بچه‌هایی که متوسطه اول توی مدارس سمپات درس خوندن. ببین بچه‌ها، من همیشه به بچه‌های ششم که میخوان وارد هفتم بشن میگم همه تلاشتون رو بکنین که از ششم به هفتم وارد بشید. چرا؟ چون وقتی که از هشتم به نهم به دهم احتیاج نداری آزمون بدین. ببینین امسال هم سازمان سمپات برای بچه‌های نهم خود استعدادهای درخشان گفته که بدون شرکت توی آزمون میتونن وارد متوسطه دوم یا همون پایه دهمشون بشن و باز تاکید کرده که حتی اصلا نمیتونن اگرم بخوان توی آزمون ورودی شرکت کنن. یعنی آزمون ورودی نهم امسال رو فقط بچه‌ای میدن که خارج از مدارس سمپات دارن درس میخونن. خب سلام صدف جان، خوش اومدین. خوش اومدین بچه‌ها. بچه من تا سر این محتوای آزمون میگم، بعد کسی اگر سوال داره بیاد رو خط. سوال راجع به همین موضوعی که داریم صحبت میکنیم و بچه ها غیر از این نهید دوباره رو خط بپرسید. شرایط و نحوه حالا گذر بچه های نهم هم که گفته شده. بعدش هم این که بچه ها، این که بچه های سمپاد دانش آموزای متوسطه اول سمپات آزمون بدن یا نه رو هر سال سازمان اعلام میکنه. بوده خیلی از جاها که سازمان گفته که بعد بچه های خودشون هم آزمون بدن، ولی مثلا یه وقتایی مثل امسال اعلام میکنن که دیگه نیازی نیست، دانش آموزای خود سمپات دیگه نیازی ندارن خب آزمون رو بدن. عزیزم زهرا میگه هر موقع میگن متوسطه اول مثلا کسی تیزوشان درس خونده من حسرت میخورم. نه زهرا، ببین عاطف کدوم استانی؟ زهرا شاید حالا یه حکمتی توش بوده دیگه، ایشالله امسال قبول میشه. عاطف گفتی ما نداریم. نه سینا، نمونه دولتی هنوز هیچی راجبش نگفتن. بچه ها کسی اگه در این موارد سوال داره تو قسمت MD تماس صوتی رو بزنه و بیاد با هم صحبت کنیم، ولی راجع به همین موارد ها، راجع به ثبت نام آزمون. من موارد دیگه یه نه سینا، نمونه دولتی هنوز هیچی راجع بهش نگفتن. بچه‌ها کسی اگه در این موارد سوال داره تو قسمت MD تماس هست کسی زده باشه اسمش رو به من بگین قبلش، راجع به ثبت نام آزمون. من موارد دیگه یه نه سینا، نمونه دولتی هنوز هیچی راجع بهش نگفتن. مایده رو بس کن. سلام. خب سلام عزیزم، خوب مایده؟ ممنون، شما خوبین؟ مایده از پیگیری علی تو هم بمون میارمت. تو هم از پیگیری کارگاه یا دوشنبه هم بودی؟ آره آره، من همه کارگاهات رو بودم از اول. عزیزم یکم شاگرده خودم کاش یاد بگیرم. خب عباسی، خواستم راجع به موضوعی با تو مشورت کنم. بگو عزیز. توی مدرسه سمپاد استان ما کلن 4 نفر برای تجربی ظرفیت داره. بعد من با دانش آموزای سالی قبل هم که مشورت کردم به من میگفتن که بیا برو ریاضی با توجه به ظرفیت بیشتری که داره، دهم رو تو برو ریاضی بخون بعد تغییر رشته بده. آره تغییر رشته بده واسه 11 بیا تجربی. خواستم نظر شما راجع به این موضوع بدونم. خب ظرفیت ریاضی همون مدرسه چند نفره؟ 10 نفره ولی تجربی 4 نفره. تجربی 4. خب از اول سال چجوری درس خوندی مایده؟ وضعیت تحصیلی چه شکلیه؟ میدونم که اگه توی 15 نفر امتحان بدم قطعا قبول میشم، ولی حالا توی 4 نفر نمیتونم اینجوری مطمئن حرف بزنم. آها خیلی خب، آزمون شرکت میکردی؟ آزمون آزمایشی یا نه؟ آره قلمچی آزمون میدادم.
ترازا چه بازه بوده؟ حدودن متوسط ترازان تو 6000 بوده کلا. 6000. خب اوکی مایده الان جواب میدم. مرسی اومدی رو خط. خب بچه ها ببینیم، مایده سوال خوبی کرد. اینو خب خیلی از بچه ها همیشه میپرسن که اصلا تا اومد گفت خودم ادامهشو فهمیدم. میگن که ما بریم ریاضی بعد، حالا چون ظرفیت بیشتری میگیرن نسبت به تجربی، بعد تغییر رشته بدیم. چند تا نکته هست. یک، اگر که شماها برین رشته ریاضی، حالا اصلا من فرض رو برای میگم قبول بشید. خب بچه ها بیاین اینجا با هم دیگه توضیح بدیم. اگر که بریم رشته ریاضی، خب ظرفیتش زیاده. اوکی من میگم اصلا میزنه و ما قبول هم میشیم اینو. بعد حالا تصمیم میگیریم توی پایه 11 تغییر رشته بدیم بریم تجربی. چند تا نکته وجود داره. نکته اول، شما وقتی میخواین 10 برین حالا ریاضی بخونین، درسی مثل زیست سنگین و حالا که شامل فصله مثل قلب و تنفس و گوارش میشه که تو دهم دارین و دو تا فصل مهم گیاهی، نمیخونید تو رشته ریاضی. بعد که میخواید تغییر رشته بدید، بعد امتحان تجربی رو هم بدین، ممکنه براتون سخت بشه. اما اگر دانش آموزی واقعا فکر میکنه توان اینو داره که خودش کنار حالا درس ریاضی که حالا گسسته و اینا هم دارین زیسترم ببره جلو، میتونه این کارو بکنه. اما در کل من میگم که فرق بین 4 و حالا 15 که مائده گفت، درسته ده حدودا 10-11 تفاوت داره، ولی در کل هم من میگم تلاشتون زیاد باشه و رشته که دوست دارید و بزنید. این کارو میشه کرد، ولی میگم میترسم تو دهمون زیسته رو شل بگیریم بعد تغییر رشته میدیم. بچه 11 هم فصل سنگینی داره زیستش، تولد مثل رو داره، تقسیم یاخته ای رو داره، عصب رو داره، حواس رو داره، دو تا فصل مهم دیگه گیاهی رو داره، فصل سنگینی داره. ولی اگر فکر میکنه از پسش برمیان اوکیه، آره آفری محمد متین میارده باریکلا. آره آره آفرین طهورا، هر استان فرق داره. نازنین تو چت بپرس اگه میتونی. پارسا اگه به خود رشته خود واقعا دوست داری شیمی رو ادامه بدی، نه اوکیه خوب میتونی از تجربه قبول شی. خواهش میکنم مایده، خدا رو شکر که زیست و دوست داری. سارینا این موضوع رو هر سال عوض میکنن. الان نگاه کن شرایط آزمون تیزهوشان هم هر سال تغییر میکنه، اولویت تغییر میکنه، نمیدونم شرط معدلش رو عوض میکنن، یه بار میگن نوبت اول، یه بار میگن نوبت دوم. به خاطر همین نمیشه هیچی رو قطعی گفت تا بخشنامش بیاد، تا یه چیز محکم و در واقع رسمی از سمت سازمان آموزش پرورش بیاد. مهدی الان میگم سوال تو، الان میریم جلتر توضیح میدم. باری کلا مهرسا، آره اینم الان توضیح میدم. عزیزم روژان میگه این کار رو نکنیم، ما میخواییم بریم ریاضی شانسمون کم میشه. خب بریم جلو بچه ها، بریم جلو، بریم جلو دیگه. سوال نپرسی چون من وقتی دارم، حالا اشکال نداره بپرسین الان، ولی خب من وقتی دارم توضیح میدم نمیرم. بچه‌ها یه ذره دیگه بریم جلو، بعد دوباره یکی رو میاریم رو خط. بمونید امروز میارمتون رو خط، وقت داریم. بچه‌ها گوش بدید، برای بچه‌های دهم چه شکلیه؟ من یه لحظه فکر کنم یه جایی رو پریدیم اگه اشتباه نکنم. بله از هفتم بریم جلو. بچه‌هایی که میخوام ورودی مدارس هفتم باشن، اولا که آزمونتون اینو همه دیگه میدونیم از اول سال داریم تست میزنیم، 4 گزینه‌ای برگزار میشه، از هوش،
استعداد و خلاقیت. بچه های ششم من متوجه شدید؟ همیشه نگران این بودید که از درسامون هم میاد یا نه. به صورت واضح هوش، استعداد، خلاقیت توسط کارشناسان طراحی میشه و اینکه حالا یه گزینه رو به عنوان پاسخ شما میزن. بچه خوب گوش بدید به ادای اینو بهتون گفتم تو کارگاه مشاورم، ولی باز برای تاکید، به ادای هر پاسخ صحیح شما 3 نمره مثبت در نظر گرفته میشه، به ادای هر پاسخ غلط شما 1 نمره منفی در نظر گرفته میشه. یعنی بچه هر 3 غلط شما 1 درستتون از بین میبره. پس هر پاسخ صحیح 3 نمره مثبت، هر پاسخ غلط 1 نمره منفی. یعنی 3 غلط 1 درست تو رو نابود میکنه. پس اینجاست که داره بهتون میگه الکی گزینه‌ای که مطمئن نیستی درست شانسی نزنین. واقعا اینو از الان تو خونه یاد بگیرید بچه‌ها. اینو خیلی بهتون گفتم از کارگاه اول مشاوره که با هم داشتیم بهتون گفتم. ببینین گفتم که فرض کنین این دفترچه سوال روز آزمون، خب اینم سوالا 1, 2, 3, 4, 5 خانم مثلا که اسمشو میبینم نیایش. الان نیایش جان عزیزم توضیح میدم اولویتو. نیایش این دفترچه جلوش میاد شروع میکنه حل آزمون روز تیزهوشانش. سوال یکو میزنه و رد میشه، بلد بوده. سوال دو رو میزنه، بلد بوده. میرسه به سوال 3. سوال 3 یه سوال دامدار. ببین اینا رو قبلا کامل گفتم و گفتم روز آزمون قرار نیست همه سوالا رو بزنی. یه سوالایی توی سوالات شما سوالات دام دارن. اصلا بچه ها طراحای آزمون اونا رو گذاشتن که شما رو بندازن تو دام، وقت شما رو بگیرن، اعصابتون خرد بشه، هی پاک کنید، هی دوباره حل کنید، ببینید وای خدای چرا در نمیاد، هی پاک کنید، هی حل کنید، دوباره ببینید در نمیاد، هی وقتتون تلف بشه. یعنی سر یه سوال شما 10 دقیقه بمونی. خب سوال دامدار رو وقتی نیایش میبینه از روش بعد بپره کنارش یه زبدری یه دایره ای چیزی بزنه بره جلو ول کنه. وقتی میبینه که سوال سخته نمیتونه حلش کنه، راه حلش اون موقع اون لحظه به ذهنش نمیاد. خب بعد میره نیایش جلو، 4 رو میزنه، 5 هم میزنه، همجوری تا آخر دفترچه همین روند رو میره جلو. سوالی که بلدن میزنه میره جلو. چرا میگم این کارو بکنیم بچه‌ها؟ از بچه‌های پارسال بپرسید که رفتن آزمون دادن. بعد از آزمون میاد از جلسه بیرون، میگم زنگ میزنم پیام میدم بچه آزمونتون رو چیکار کردین. میاد میگه خانم عباسی به آخر دفترچه نرسیدیم. و این خیلی بده، چون ممکنه سوالات آسون و سطح متوسط تا آخر دفترچه خیلی زیاد باشه. اصلا اول دفترچه سطح و سنگینی بار سوالات سختتون بیشتر باشه. اینو دوست ندارم کسی بعد آزمون بهم بگه، بگه به آخر دفترچه نرسیدم. باریکلا، به خاطر مدیریت نکردن زمان. باریکلا مهرسا، باریکلا باریکلا. دقیقا سوالایی که زبر دایره میزنید بعد از این که یک دور تا انتهای دفترچه رفتید سوالای آسون و متوسط و بچه حل کردین، اون موقع میتونید زمان اضافه بردین برگردین روی اون سوالایی که دامدار بوده سخت بوده بیشتر فکر کنین، نه اینکه همونجوری از اول بسم الله بشینید وقت بذارید دونه دونه حل کنین، اینجوری زمانتون از دست میره. نه نه پانیز، این کارم خوب نیست. پانیز میگه چند تا سوال از اول چند تا سوال از آخر حل کنیم. نه اصلا کار خوبی نیست. اولا اینکه تو زدن تو پاسخ برگ ممکنه اشتباه کنین، هول بشین، اون روزم استرس دارین، جا به جا بزنین. نه اصلا این کارو نکنین. خب بریم جلو بچه ها. یه
نکته خیلی خوبی اینجا گفته، تو رو خدا خوب گوش بدید. گفته چنانچه داوطلبی بیش از یک گزینه، یعنی من اینو پاک کنم، بیش از یک گزینه رو علامت بزنه. یعنی مثلا شما فرض کنید که این پاسخ برگه، چهار تا گزینه است، شما دو تاشو پر کنید، منظورش اینه. خب اگر بیش از یک گزینه علامت بزنید، یک نمره منفی براش منظور میشه. حواستون باشه از این حرکت ها نزنید روز آزمون، خب، که دو تا گزینه رو با هم انتخاب کنید. اصلا این شکلی نیست، تا مدرسه نیست که بشینن برای شما دستی سعی کنن حالا اینو زدی یا اینو، اگه هر کدوم درست بود برات مثبت در نظر بگیرن، بهتون یه نمره منفی هم داده میشه. اینا رو چرا بچه‌ها میگن؟ چون توی آزمون‌های سال‌های گذشته اینو دیدن، توی پاسخ برگ بچه‌ها این موارد رو دیدن که وجود داشته، تذکراتشه. آره آفرین رضا، اگر سوالی باری کلا چقدر خوب پرسیدی. بچه‌های خودم نیستن ولی ماشاءالله من اسمشون رو تو همه کارگاه‌هام آنلاین می‌بینم، واقعا کیف می‌کنم. باری کلا رضا میگه که خانم عباسی اومدیم مثلا سوال صدمون سوال غلطی بود، دو تا گزینه درست که اتفاقا تو آزمون های سالهای قبل پیش اومده، اون موقع چی کار کنیم؟ جوابشو خودش داد. اصولا سر جلسه بچه ها حالا یا نزده باقی میذارن بمونه یا نه یه گزینه رو انتخاب میکنه. بعد آزمون حدودا یه هفته دو هفته بعد آزمون، حالا بازش بستگی داره به اون سال، میان دوباره سوالات و گزینه ها رو چک میکنن خود سازمان. اگر سوال این شکلی وجود داشته باشه حتما از توی سوالا حذف خواهد شد و امتیاز منفی برای هیچ داوطلبی نخواهد داشت. ولی تو اگه بیای دو تا گزینه رو بزنی یه وقت نمره منفی بگیری بعدها، حواستون به این قضیه باشه. چقدر دارین سوال میپرسین؟ ببینم چی پرسیدی. یاسین تو میتونی بری عزیزم امروز. خب بریم جلو. آهان، برای بچه های ششم خوب گوش بدید بچه ها، متاسفانه امسال این اتفاق افتاده، نمیدونم هم دلش چیه، میگن که تعداد دفترچه ها و تعداد سوالاتتون سهم امتیاز هر کدوم از دفترچه هاتون وقتی حامیه، یعنی احتمالا چند تا بیشتر از یه دفترچه خواهید داشت، و مدت زمان پاسخگوییتون هفته قبل از برگزاری آزمون تو سایت azmun.medu.ir اطلاع رسانی میشه. پس ما هنوز در حال حاضر هیچ اطلاعاتی راجع به این که تعداد سوالاتون چند تا بچه ششم از هر درس چقدر میاد، چه امتیازی داره، هیچی نمیدونیم. هفته قبل از آزمونتون رو سایت azmun.medu.ir گذاشته میشه. نه آیسا جان عزیزم تو هم میتونی. خب بریم جلو بچه ها، رسیدیم به پایه نهمی. نه دیگه نزده ها هیچ امتیازی نداره، بریم جلو. خب گفته که بچه های نهم خوب گوش بدی، دو تا دسته سوال داریم، استعداد تحلیلی استعداد تحصیلی، 50% مربوط به استعداد تحلیلی 50% مربوط به استعداد تحصیلی هستش. گفته که امتیاز دهی 50-50 به صورت یک عدد بین منفی 33 تا 100,000 بیان می شود. بعد گفته منابع تعداد و ضرایبش پایه نهمی رو اومده برای ما مشخص کرده برخلاف بچه های ششم. گفته که تعداد سوال های استعداد تحلیلی رو گفته 50 تا سوال داریم، مدت پاسخگویی بچه ها 50 دقیقه. یادتونه از اول سال من بهتون گفتم که بچه ها برای تست هوش همون استعداد تحلیلیتون یاد بگیرید هر تست رو در
یک دقیقه زمان بزنید برای روز آزمونتون، چون شما روز آزمون باید 50 تا سوال هوش رو تو 50 دقیقه پاسخ بدید. سانیا اول کارگاه سوال پرسیدی، دقیقا جواب سوالتو دادم، گفتم هنوزم دیر نیست، هنوزم میشه شروع کرد. نمیدونم حالا چرا نشنیدی، جواب دادم. خب بچه های نهم من نگاه کنید، تعداد سوالاتونو اینجا زده، گفته قرآن و معارف همون، حالا پیام هاتون 10 تا سوال داره، زبان و ادبیات فارسیتون 10 تا سوال، مطالعاتتون 10 تا سوال، علوم تجربی 10 تا، ریاضی 10 تا، جمع کل 50 تا. پس دفترچه استعداد تحصیلیمون هم 50 تا سوال داره. خب بعد بچه اینجا نگاه کنید، گفته توی 70 دقیقه، یعنی تایم دفترچه استعداد تحصیلی شما بیشتر از تحلیلی است. 50 تا سواله ولی توی 70 دقیقه. اوکی؟ خب حالا خوب گوش بدید بچه ها اینجا رو. گفته سوالات از محتوای تمامی کتاب‌های درسی پایه 8 سال 1399-1400 و تمامی کتاب‌های درسی پایه 9 سال تحصیلی 1400-1401 خواهد بود. یعنی شما اگه داری 8 مطالعه می‌کنی با برنامه ریزی من، یا حالا اگه دانش آموز من نیستی، حواست باشه کتابات برای چاپ 1399-1400 باشه. یه وقتایی میگید که کتابامونو داریم، کسی میرید از دوست و آشنا اونا میگیره کتاب برای چاپ‌های قبله و خب تغییرات حالا هر چند کمی داشته باشه، ممکنه تو روز آزمون بچه‌ها به مشکل بخورن، چون خود سازمان گفته از این در واقع سال چاپ این سال سوال میده. مایده بله کامل. الان امروز اصلا راجع به آزمون داریم صحبت میکنیم، خیلی حواستون باشه. خب حتی یه دقیقه دیگه اینجا هم نگاه کنیم، من این بحث رو قبلا هم گفتم، بحث ضرایب. ببینید تو رشته ریاضی فیزیک خوب نگاه کنین، درس ریاضی ضریب، خوب طبیعتا باید بیشتر داشته، ضریب 4 داره توی رشته ریاضی فیزیک. توی علوم تجربی، یعنی شما اگه انتخاب کردی تو سایت امروز خواستی ثبت نام کنی، اولویت من تجربیه، حواست باشه تجربی جان، شما علوم تجربی ضریب 4 داره، یعنی یه تست درست تجربی 4 برابر این مطالعات ارزشمنده، 4 برابر قرآن و معارف ارزشمنده. خب برای بچه های ادبیات و علوم، حالا منظورش علوم انسانیه، قطعا درس ادبیات فارسی شونه که ضریب 4 رو داره، پر ضریب ترین سمپاد مهارتی بچه ها توی همه استان ها وجود نداره. خب روزی که میرید ثبت نام کنید تو سایت داده، مثلا من براتون مثال بزنم، استان البرز، استان ما که من خودم اونجا کیسپوشان درس خوندم، حدوداً 2 ساله سمپاد مهارتی رو اضافه کرده که میشه رشته های هنر. حالا توی اون رشته های هنر میشه گرافیک میارن، حالا عکاسی میارن، هر رشته که خودمون استان بخواد، که بچه های سمپاد مهارتی هم ضرایب 4 اصلا تو درساشون ندارن، بیشترین ضریبشون ضریب 3 هستش که برای ریاضی و علومشونه. این از تا اینجا سوال بچه دارین؟ باری کلا پانیز سوال خوب پرسیدی. پانیز میگه که آیا میدانیلا رو بخونیم نخونیم؟ میگن که خب از آیا میدانیلا آقا اصلا سوال نمیگیم، آیا میدانیلا رو گفتن سوال نمیگیم، من بهت میگم بخون آقا جان، کل آیا میدانید های کتاب های شما با همدیگه میشه 10. خب 10 ارزش اینو نداره بخونی با خیال راحت بری سر جلسه، رفتی سر جلسه یکی از گزینا احیانا مربوط باشه و آیا میدانید، اون موقع نمیتونی کاری بکنی، مجبوری جواب بدی و بری جلو. خب بخونین، یه دور بخونین. امیر محمد حتما 8 براش وقت بذار، باز این موضوع هم موضوع مهمیه. ببینید اصلا سازمان نیومده الان بگه که چند درصد 8 چند درصد 9، روز آزمون میری 50% 8 50% 9، اون موقع نمیتونی کاری بکنی.
اوکی گفتن 30% هشتم مثلا حالا همیشه ما شنیدیم 70% نهم. روز جلسه بری سازمان چون هیچی نگفته برای تو هستن 70% هشتم هم گذاشته باشن، تو موقع نمیتونی کاری بکنی، پس در نتیجه بخونش حتما. گفته که بچه ها چقدر سوال داری میپرسین؟ آره ملیکا تاریخ ادبی تو حتما بخونین. بعد این که از کجا باید پذیرش استانمون رو بدونیم به جز ورودی های خود سازمان، الان بهتون میگم که چی جوریه. بریم جلو. خب پس اینجا رو بچه ها فهمیدین دیگه که چی شد. باز حالا من اینا رو توضیحاتش رو دوباره مجددا بهتون میدم. بریم جلو. خب بچه هایی که جزو حالا اقلیت مذهبیمون هستین حتما میتونید که اون درسی که مربوط به خودتونه برای دینی پاسخ بدید. خب اینم نگرانش نباشید. اینجا هم که گفتیم دیگه هر پاسخ صحیح 3 نمره مثبت به ازای هر پاسخ غلط هم 1 نمره منفی داریم. بچه ها اینو ببینید چند بار گفتم، شما اگر بیشتر از یه گزینه رو انتخاب بکنید 1 نمره منفی میگیرید. ببین اینو چند بار الان گفتم، هم تو بچهای هفتم گفتیم هم الان داریم برای دهم ورودی دهم میگیم. حواست باشه که اگر احیانا توی پاسخ برگت که 4 تا خونه داره 2 تا گزینه رو پر بکنی نمره منفی میگیری. اینم مهمه. آره علیرضا عزیزم میتونی دیگه. بریم جلو بریم جلو. خب رسیدیم به جایی که شما خیلی ازش سوال دارید. بچه ها تا اینجا ببینم دیگه چی پرسیدین. اول جواب سوال رو بدیم بعد بریم ادامه. مهدی الان سوال تو هم جواب میدم. باران جان نه. ببین برای بچه های شیشون میریم بالا. ببین چی گفتم. فکر کنم نبودی. حالا اشکال نه. الان یه بار دیگه بهتون نشون میدم. ببین باران نوشته که سوالات آزمون به شیوه 4 گزینه ای سنجش هوش، استعداد، خلاقیت. خیلی واضح داره میگه سوالات هوش و خلاقیت دارید. اصلا راجع به کتابه دستتون هیچی گفته نشده عزیزم. الان میگم علی، الان میگم باریکلا سارا. دقیقا یعنی وقتی 4 گزینه برای شما سوال اومدن طراحی کردن هیچ وقت نمیگن یه جوری بزنن که دوتا جواب داشته باشه. میگن اگرم احیانا همچین اشتباهی پیش بیاد حتما بعد از آزمون اون سوال حذف میشه و برای شما هیچ نمره منفی نخواهد داشت. خب سوال چی پرسیدین؟ نرجس راجب سال بعدش گفته، گفته هشتم هم میخوام تو تابستون هشتم رو جمع‌بندی کنه. آره عزیزم خوبه این کار که هشتم تو جمع‌بندی کنی و یه کوچولو هم حالا همراه کلاس کلاسینو میتونی نهم تو پیش روی داشته باشی. کی آزمون تیز هوشان دارین؟ 26 و 27 خرداد. بخشنامه نمونه دولتی که میاد، بخشنامه نمونه دولتی رو نمیدونم الانم حالا یکم دیر شده، ولی هر وقت بیاد خودم حتما هم راجبش بهتون توضیح میدم. بچه ها هم توی پیج اینستاگرام هم با هم دیگه صحبت میکنیم، اگه نیاز باشه حتما حتما براتون یه کارگاه هم راجبش میذاریم. خب بریم جلو دیگه، سوالاتون تا اینجا جواب دادیم. خب بریم جلو. گفتیم خب بچه گوش بدید، سوالی که خیلی میپرسین، امکان خوبی که دارید امسال خیلی مهمه. داره میگه ظرفیت پذیرشتون حالا تو دبیرستانهای استانهای خودتون، حالا چه دوره اول باشه چه دوره دوم باشه، در هر شهرستان زمان ثبت نام قابل مشاهده است. یعنی مثلا ملیکا میره امروز ثبت نام کنه، میزنه که استان البرزم براش مدارس فرزانگان البرز باز میشه، فرزانگان 1 2 3 4. حالا ملیکا مثلا میخواد بره ورودی پای دهمه، میزنه تجربی براش میاره فرزانگان یک کرج، مثلا ظرفیت تجربیش 20 نفره. یعنی به شما سایت امسال این امکانو میده که هنگام ثبت نام بچه ها ببینید دقیقا چه ظرفیتی دارید. این خیلی خوبه، یعنی شما احتیاجی ندارین دیگه بگردین دنبالش.
رو جان توضیح میدم. بچه ها دارید سوالایی میپرسین که جلوتر همه رو بهتون میگم. یگانه امسال این آزمون وجود نداره. بعضی از سالها این امکان رو میدن. آره عزیزم. ولی امسال این امکان وجود نداره که شما از اون پایه بخواید بیاید وارد مدارس بشید. آیلا راجع به این که اول کدوم درس رو بزنیم و آیا ما این اجازه رو داریم که اصلا جای دفترچه رو عوض کنیم یا نه، همین امروز سعی می‌کنم راجع بهش با هم حرف بزنیم. ببینیم جلو بچه‌ها گفته که خوب گوش بدید، الان رسیدیم به نکات مهم. داره میگه چی؟ پذیرش داوطلبا برای ورود به دبیرستان‌های دوره اول و دوم صرفاً اولویت‌های انتخاب دانش آموز و بر اساس رتبه کل آزمون‌های ورودی خواهد بود. ببینید الان داشتیم میگفتین فلان چیز سهمیه داره، خانم عباسی تو آزمونات توشان ما بسیجی ما فلانی بسیار سهمیه داره. نه، ببین به وضوح داره میگه بر اساس امتیاز کل آزمون ورودی تونه. تنها چیزی که برای سازمان سمپاد بچهای من اهمیت داره آزمون ورودیه، یعنی اون فقط براش آزمون ورودی شما ملاکه، هیچ چیز دیگه ای رو نگاه نمیکنه. اون شرایطی هم که برای ثبت نام بود که معدل کل هشتم بالای 19، اون شرایط ثبت نامه، هیچ ربطی نداره اگه من معدلم 20 باشه تو هشتم امتیاز بیشتری از بقیه دارم. نه، کسی که معدلش 19 بوده هشتم 20 بوده هیچ تفاوتی با هم ندارم، شرط ثبت نامه. اوکی باری کلا دانیال، اینا رو الان همین الان توضیح میدم که از شهرستان میتونیم مرکز استان رو بزنیم یا نه. مهدیه الان توضیح میدم. ببینید بچه ها امروز کامل راجع به این اصلا صحبت میکنم، هر سوال داریم میپرسین جلوتر داریم گوش بدید. توجه گفته که پذیرش داوطلبانه دوره دوم، بچه هایی که نهم میخواید برید به دهم حواستون باشه، بچه های دوره دوم صرفاً بر اساس رشته انتخابی خودتونه. یعنی من اگر مهدی گوش بده، مهدی زده باشه تجربی، حالا چشت نزنم بزنم به تخت ایشاله که قبول میشی، ولی اگر احیانا خدای نکرده تجربی رو نیاورد، سازمان خودکفا پا نمیشه بره مهدی رو تو رشته ریاضی قبول کنه. تو هر چی مهدی زده باشی سازمان همونو چک میکنه. اگه زدی تجربی برات ظرفیت تجربی چک میکنه، حالا اگه قبول بشی قبول میشی. اگه زده باشی ریاضی برات ریاضی رو چک میکنه. اگه زده باشی سمپاد مهارتی رو چک میکنه. اگه زده باشی انسانی است. یعنی اگر ترازده تجربی رو نیاوردی و تجربی زدی، سازمان نمیره برای تو بگه خب حالا چون ترازت میخورد به ریاضی بیا برو ریاضی بخون. اوکی بچه متوجه شدید اینو؟ مائده از دست تو میگه من مهدی رقیبیم، حالا رقابت سالم اشکال نداره. خب پس بچه ها نکات مهمی بودا این دوتا نکته. بعد میریم جلو، گفته که بچه هایی که استان فارسین امسال، حالا خود سازمان اومده براتون یه حالا نکته ای رو در نظر گرفته برای استان فارس، گفته که بخشی از حالا ظرفیت رو میخواد بده حالا به بچه هایی که توی یه قسمت خاصی هستن، بعد حالا به عشایر استان فارس اختصاص میده و اینکه گفته که من، ولی اینو اشاره کرده که تا پایان دوره دوم متوسطشون بهشون امکان در واقع جابجایی و نقل انتقال نمیده. ولی خب چیز جالبی بود که به نظرم قشنگ بود، حتی برای استانهای دیگه هم اگر این اتفاق میافتاد. من خودم امسال دو تا دانش آموز خیلی خوب دارم از روستاها و انقدر که خوب درس میخونن، واقعا اگر دست من بود واسه شون ظرفیت جدایی میذاشتن. خب استان فارسی دانیال، خب دیگه این برای تو بود، با دار شکر. مهدی امسان اونجا نیستی. خب گفته که بچه ها اینم خوب گوش بدید، اینو تو کارگاه قبلی هم گفتم، من خودم تجربه اینو داشتم، انتقالی گرفتن توی حالا مدارس استعدادهای درخشان به ویژه خودشم گفته توی کلان شهرهای حالا مثل مشهد و تهران و حالا کرج با
با توجه حالا به اینکه خیلی تعداد بچه‌ها توی اون مدارس خودشون زیاده و حالا کلاس‌هاشون اصولاً تکمیله سخته، بعد یه نکته مهمی که باید حواستون باشه، شما حتی اگه بخواید انتقالی هم بگیرید باید حتما سال اول که انتقالی نمیدن، خب سال بعدش هم میخواید بگید، بعد امتیاز مدرسه مقصد رو بیارید. یعنی اگر تراز پرناز نخوره احیانا به مدرسه که میخواد سال بعدش انتقالی بگیره، انتقالی بهش نمیدن. شما ترازی که تو روز آزمون سمپادتون میارین بعد به اون مدرسه که میخواین برین بخوره، یعنی تراز اون مدرسه رو آورده باشی. خب اگه اینجوری باشه ما هممون میزنیم سال اول، منطقیه دیگه. فکر کنی مثلا برای کرج رو که خودم بودم مثال میزنم، من سال اول میرم ورودی نهم به دهم میزنم فرزانگان 4 که خب حالا از همه تراز کمتر، میرم یه سال اونجا درس میخونم، سال بعد میگم که سازمان سمپات میرم میگم من میخوام انتقالی بگیرم به فرزانگان 3. خب نمیشه که، من وقتی که قبول شدم اصلا ترازم نمیخورده به فرزانگان 3، بهم انتقالی نمیدن. اما اگر بچه‌ها ترازتون بخوره به مدرسه که میخواید انتقالی بگیرید، 1-2 اون مدرسه مقصدتون ظرفیت خالی داشته باشه، 3 آموزش پرورش و سازمان سمپاد موافقت بکنن، بهتون اجازه جابجایی میدن. ببینید شرایط انتقالی سخته، اصلا کلا از اولم توی این مدارس همین بوده، شرایط انتقالی خیلی سخته. بعدش هم این که بعد از آهان، اینم که بالاتر گفتم که وقتی اولویتاتون رو انتخاب میکنین تو ثبت نام دیگه نمیتونید بعد آزمون بیاید بگید اولویتای من رو عوض کنید. روز آزمون روز ثبت نام حواستون باشه، همه موارد رو آماده کنید بعد برید ثبت نام. دیروز اولیا یکی از دانش آموزا، من نمیدونم امروزم تو کارگاه هست یا نه، رفته بود ثبت نام تو کافینت، منم جای بدی بودم، مطب دکتر بودم، به من زنگ زده بودش میگفتش که اینو نبردم اونو نبردم اونو. ای خب اول همه مدارک رو بعد آماده کنید بعد برید کافینت ثبت نام، اصلا هول هول انجام ندید. سوال چی پرسیدی عبدالله؟ الان سوالتو جواب میدم، جلوتر داری سوالاتو بچه‌ها وقتی دارم صحبت میکنم میره پایین دیگه، دوباره بپرسید. خب گوش بدید بچه‌ها، گفته که حوزه امتحانیتون بر اساس این، خیلی اینم هم همتا نمیدونم تو کارگاه هست یا نه، همتا بیا اینو برای توه، ازم پرسیده بودی که خانم عباسی چیکار کنم، بیا که جوابتو خدا رو شکر دارم میدم. ببینین گفته که حوزه‌تون، حوزه امتحانتون یعنی 26 و 27 خرداد بر اساس منطقه آموزشی محل تحصیل سال 1400-1401 تونه، یعنی اینکه امسال دانیال کدوم مدرسه درس خونده، کدوم منطقه، با توجه به اون حوزه امتحانیش مشخص میشه. حالا اینجا خیلی مهمه، گفته آقا داوطلبانی که متقاضی انتخاب مدرسه تو شهر یا استانی غیر از محل سکونتشون هستن میتونن مدارسشونو حالا توی یه شهر یا استان دیگه بزنن، خب اما حوزه امتحانی این گروه از داوطلبا بر اساس منطقه آموزشی محل تحصیلی سال 1400 و 1401 شونه. یعنی مثلا اگر دانیال استان فارسه میخواد بزنه حالا مدرسه قبولیشو استان اصفهان بره، سال بعد میخوان خونهشون رو ببرن اصفهان، اوکیه، ولی حوزه امتحانی دانیال همون استان فارس خواهد بود. اوکی بچه ها متوجه شدین؟ سوال اینو انقدر پیام طولانی من تا اینو بخونم که اولا قدم هم اینجا بلنده، نیم ساعت بعد خمشم، خیلی سوال طولانیه. بذار اگه تونستم آخر کلاس وصلت کنم. نه 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 مرسا، نه حتما حوزه امتحانیتون نباید مدرسه خودتون باشه، که ممکنه یه مدرسه دیگه بندازنتون که احتمال زیاد هم همی خواهد بود، مدرسه خودتون نمیفتی. الان توضیح میدم بریم جلو. گفته که بچه این قسمت رو خوب گوش بدید، تکلیفش روشن شده، خوب گوش بدید امسال خوشحال باشید. گفته در صورت عدم قبولی داوطلب در آزمون ورودی پایه 7 و 10 در اولویت‌های انتخابی، یعنی اولویت‌هایی که خودش زده، امکان بررسی امتیاز ایشان در سایر اولویت‌ها به دلیل عدم انتخاب وجود ندارد. این جمله رو معنی می‌کنیم با هم. یعنی چی؟ ما 3 حداکثر بچه‌ها میتونیم اولویت بزنیم. روژان خوب گوش بده، پرسیده بودی اینو.
سه تا اولویت میتونی انتخاب کنی. سه تا اولویت تو زدی، سازمان برات هر سه تا رو با توجه به این جمله بررسی میکنه. یعنی اولویت اولتو نگاه میکنه قبول میشه یا نه، میره سراغ دومی، دومی مثلا اولی قبول نشه میره سراغ دومی، دومی قبول میشه یا نه، دومی هم قبول نمیشه میره سراغ سومی، سومی قبول میشه. ولی چی گفته؟ گفته اولویت هایی که شما انتخاب کردی بررسی میشه، امتیاز تو سایر اولویت هایی که انتخاب نشده اصلا بررسی نمیشه. یعنی اگر 4 تا مثلا مدرسه بوده تو استان، تو 3 تاشو زدی، یکیش که امتیاز کمتری می‌خواسته رو نزدی، اگه اون 3 تا رو قبول نشی سازمان نمیاد بگه تو تعرضت به اون امتیاز کمه میخورد. اوکی؟ فکر کنم جواب سوال خیلی از شما از اول کارگاه داده شد. درسته؟ آیلا نزدیک خونتون باشه حوزه امتحانیت بهتره. نه عزیزم دلارا، نه عزیزم برای هفتم شماها نه. ساین و سوالتو جواب دادم، گفتم بله میتونی ادامه بدی. خب گوش بده بچه ها، گوش بدید. دیروز یکی از بچه های من زنگ زد بهم، گفتش که خانم عباسی من حالا تو شهری که هستم و استانی که هستم یه دونه فرزانگان وجود داره، من چیکار کنم؟ بچه ها ببینید، قرار نیست ما هر استان 10 تا فرزانگان داشته باشیم. خب محدوده، بعضی وقتا یه دونه است، بعضی وقتا 2 تا، بعضی وقتا مثلا کرد مثلا 4 تا. ولی شما اگر یه دونه وجود داره که خب یه دونه انتخاب دارید، 2 تایی که 2 تا، 3 تایی که 3 تا، یعنی خیلی واضحه اتفاقا کارتون. وقتی تعداد مدارس زیاد میشه، 4 تا به بالا میشه، اون وقت شما باید اولویت بندی کنی. یعنی فکر نکنید شما ملزمید که حتما 3 تا رو پر کنی، نه، حتی اکثر سازمان به شما این اجازه رو داده که 3 تا انتخاب داشته باشین برای بچه‌هایی که تعداد فرزانگان زیادی یا حالا شهید سلطانی یا علامه حلی زیادی تو شهرشون دارن. خب اینجا هم که توضیح دادم، گفتم که اگه چند تا داشتید مدرسه تیسوشان بعد انتخاب کنین. خب راجب بچه هایی که خارج از کشورن، حالا اگر دارین که فکر نمی کنن بعدن به پیام بدین، راجبش بهتون جدا توضیح میدم. سوال ببین بچه ها، الان باز داریم تو چت هم میپرسین، الان نکته دوم دقیقا همینه، داره میگه در سال اول پذیرش، دیگه به واضحی داره تو صحبت میکنه، داره میگه انتقال دانش آموز بین مدارس استعدادهای درخشان در دوره اول و دوم متوسطه ممنوعه. اصلا داره میگه ممنوعه. خب داره میگه ممنوعه. حالا لازم داوطلبا ضمن دقت کافی به این موضوع نسبت به انتخاب دبیرستان‌های مورد نظرشون اقدام کنن. حواست باشه دیگه، میری میزنی احیاناً، مثلا حالا یه فرزانگانی که حالا راش نسبت به دوره، بعد اون وقت سال اول نمیتونی انتقالی بگیری. حواست به این نکته هم باشه. بریم جلو بچه‌ها. گفته که انتقال دانش آموزان پذیرفته شده در دوره اول و دوم متوسطه در سنوات و پایه‌های بالاتر تنها در صورت دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسه مقصد، وجود ظرفیت خالی، وجود ظرفیت خالی و حالا موافقت کل اداره استان‌های مبدا و مقصد. اوکی، امکان داره از هر سه تا اولویت که زدیم قبول شیم بعد بریم اونی که دوست داشتیم؟ نه، خود سازمان یکی رو براتون انتخاب میکنه. اگه اولی قبول شدی میره اولی و بقیه رو برای چک نمیکنه. بچه ها دیگه داریم میرسیم آخر کارگاه، این قسمت هم توضیح بدم. داریم میگه دفترچه سوالات تو اولین فرصت بعد از برگزاری آزمون براتون کلید خورده میشه و حالا گذاشته میشه رو سایت خود azmoon.medu.ir. میتونید صحیح کنید. من توصیه نمیکنم این کارو بکنید، چون دوست دارم از تابستونتون لذت ببرید. دیگه بعد آزمون چیکار داری چیکار کردی؟ بچه گوش بدید، برای داوطلبایی که خدای نکرده قبول نمیشن، حدود 2 هفته پس از اعلام نتایج آزمون کارنامه عدم قبولی شامل تعداد پاسخهای صحیح و غلط، نمره هایی که کسب کردید، امتیاز کل و امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده براشون رو سامانه گذاشته میشه. چرا این کار رو میکنه؟ چون شما بتونید اعتراض کنید. خب؟ این کار میکنن که شما بتونید اعتراض کنید. بچه‌ای که قبول نمیشید براتون همه اینا رو میذارن، بعد اون وقت میتونید اعتراضتون رو تو سامانه
بذارید و سامانه به اعتراضات هم جوابگوه. ایشالله حالا به این مرحله نرسیم، اما اگر خدای نکرده رسیدیم، خودم بهتون میگم چجوری بعد اعتراض بزنید. خب سوالی که مرسی عزیزم پرسید که دو قلوها چیکار باید بکنن و این داستان. ببین گفته در صورت شرکت همزمان، حالا بچه‌ای که دو قلو یا چند قلو هن، همجنس یا حالا غیر همجنس فرقی نداره، در آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان پذیرش یکی از آنها دیگری یا دیگران با شرایط زیر میتونن از تسهیلات پذیرش همزادی خودشون استفاده کنن. برای همزاد غیر همجنس کسب حداقل 80% امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده در هر کدوم از اولویتاشون بسته. یعنی اگر یه خواهر برادر دو قلو دارین، اون تونسته باشه امتیاز آورده باشه، قبول شده باشه، اون یکی، یعنی شما مثلا اگه 80% امتیاز آخرین فرد قبولی رو بیاری میتونی ثبت نامتو انجام بدی. حالا بچه‌ها شرایطشو دیگه خودتون بعدم بخونید، براتون توی اینستاگرام اینا رو میذارم. بچه گوش بدید، گفته همزمان با اعلام نتیجه آزمون نشانی دقیق مدارس سمپاد رو برای شما میذارن، تاریخ مراجعه و حالا مدارکی که باید ببرید برای ثبت نام هم بهتون میگن. و اینکه گوش بدید، نوشته که مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان دبیرستان‌های دوره اول و دوم حد اکثر تا 15 شهریوره. این داره بهتون حدودا میگه جواب کی میان، حد اکثر تا 15 شهریوره. بعد داره میگه که آقا تو قبول شدی، نرفتی مراجعه کنی، ثبت نام کنی، تو رو از مدرسه انصرافت میدن، میگن که آقا این نمیخواسته تیسوشانو، جات یه نفر دیگه پر میشه. بریم جلو، بریم جلو. بچه ها دیگه کامل توضیح داده شده، گفته دفترچه سوالات و کارت ورود به جلسه امضا شده داوطلبا رو ازتون آخر جلسه میگیرن. برای اطلاعات بیشترم فقط تنها سایت رسمی که وجود داره سایت azmoon.medu.ir خواهد بود. استان ها موظفن که شماره تلفن رو جهت پاسخگویی هم براتون اعلام کنه. و به پایان اومد این از همه حرفایی که باید شما میدونستی. فکر میکنم دیگه کامل تر از این نمیشد بگیم و حدودا 5 دقیقه تا پایان کارگاه داریم. سوال هست بپرسین، نیست من یک ذره حرف پایانی بزنم. عزیزم اینو توضیح دادم دیگه، تو کارگاه نبودی آفلاینشو ببین. چرا مهدیه، کارگاه امروز باید تو رو از سردرگمی در می آورد تازه. خب خسته نباشین بچه ها، ثبت نامتون رو با دقت انجام بدید، حواستون باشه که مواردی که گفتم همه رو حواستون باشه. و اینکه مثلا هزینه آزمون و سایت ثبت نام، این که azmoon.medu.ir رو حواستون باشه. من کلی سایت فیک از دیروز دارم پیدا میکنه و متاسفانه دارم مبالغ بالایی هم میگیرم و شما الکی میرین و تو آزمون هم نمیتونید شرکت کنید. فقط همین سایت برای ثبت نام تایید شده سازمان سمپاده. الان آیلا اونو میگم. بچه ها یه سوالی هم که میپرسین راجب اول کارگاه هم بحث شد، راجب تغییر مثلا ترتیب دفترچه است. مثلا آیلا میگه ما دوتا دفترچه رو که جدا میدن که هیچ، توی استعداد تحصیلی آیلا میخواد جای درس ها رو با هم عوض کنه. میگه خانم عباسی من اول علوم رو بزنم، بعد برم فارسی، بعد برم مثلا ریاضی و ادامه. خب به چه شرطی آیلا جایز این کار رو بکنی؟ به چه شرطی که اول علوم رو بزنی بعد بری فارسی بعد بری ریاضی؟ به شرط این که توی خونه آزمون جامعه هایی که من بهتون میگم حداقل تو نزدیک به 15 آزمون جامعه با ترتیبی که دوست داری زده باشی. یعنی پانشید حرکت های خفن ندارید
یه دفعه روز آزمون برید جا رو عوض کنید. خب از قبلش 15 تا آزمون جامع زده باشید با ترتیبی که دوست دارید، بعد روز آزمون هم میتونید همون رو پیاده بکنید. بچه فکر کنم برای امروزمون کافی باشه. لینک سایت رو تو اینستاگرام هم حتما مرگم براتون میذارم. آزمون جامعه رو کارگاه بعدی توضیح میدم بهتون بچه ها. فکر میکنم کارگاه بعدی ما میشه یک اردیبهشت. با هم دیگه کامل راجع به یه صحبت میکنیم. خیلی خب بچه ها، همه موارد رو بهتون گفتم. مراقب خودتون باشید تا کارگاه هفته های بعدمون، هفته بعد نه هفته بعد که میشه یک اردیبهشت. به خدا میسپارمتون. مراقب باشید که ثبت نامتون رو به درستی انجام بدین. و باز اگه سوالی بود، بچه خودمید که واتساپ همو دارین، بچه هم که بچه خودم نیستید پیج اینستاگرام هم وقت کنم به سوالا جواب میدم. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید و مثل همیشه هیچ تلاشی بچه ها بدون نتیجه نمیمونه. اینو بهتون قول میدم و به علاوه خدا بودن یعنی منهای تمام مشکلات بودن. فعلا خدافظ.